امروز سامیا جشن داره به خاطر جشنش چیه که امسال میخواد داگیس رو تموم کنه مدرسه شروع کنه مگه نه؟ یه واسه خوشگیر پوشیده آره خب برو صبحونه تو بخور بعد از اون من بابا میای اوکی از اون بر برو از اون بر برو هی دو مامی بس بده قربونت برم من برو به سلامت سلام به همگی خوش اومدید به ویدیو من الان بیرونم صدام بده دیگه ببخشید میکروفون نیستش اینجا کلاس بودم هوام خیلی خوبه بعد الان دارم میرم خونه گفتم از همینجا یه فیلم بگیرم دیگه میریم جشن سامیار که میخواد مدرسه رو شروع کنه اینجا داره تموم میکنه اینو بذار پشت سامی هم به موقع رسید به ما پیوست هم بریم خوشحال میشه سلام خسته نباشی خسته نباشی بریم ببینیم دادا سیری دادا سیری زمینجه مدرگان رو بشتون نمیشه حواسم باشم خدا نمی کنم بحثی برو بیا تبریک میگم بیا تبریک میگم بیا من ابراهیم نیستم ولی اون بزرگتر بودش ولی سومی از این همه آدم سومی بابا خیلی خوبه خیلی آدم از دوید خیلی پرفکت خیلی پرفکت یا تارومی خب ما برگشتیم خونه من میخوام نون درست کنم عوض کردم نون درست کنم یه جوری نون درست کردم بعضی موقع یه حس خوب به من میده مثل تراپی میمونه درسته که مغازه پر نونه نونای مختلف نونای خیلی خوشمزه ولی بعضی موقع این حسی که خمیر آدم درست میکنه بعد این تبدیل میشه به نون تازه حس خوبی شما حتما امتحان کنید نمیدونم به من که خیلی حس خوبی دست میده خیلی هم درست نمیکنم ولی همون بعضی موقع ها خیلی خوبه بچه هم خیلی خوششون میادش بعدم میخوام غذا درست کنم باور کنید هنوز غذا رو تصمیم قطعی نگرفتم فردا تعطیلیه گفتم سعی زر مواد خورش قیمه و اینا رو آماده کنم که فقط آب بریزم به پزه یه داره تعطیلی که آدم میشه تنبل میشه تو غذا درست کردم بعد دیگه برای شام هم یه چیزی درست کنم حالا بریم اول خمیر نون رو درست کنیم بعدش هم دیگه حالا ببینیم که غذا میخواد چی بشه یک چهارم این مایه خمیر و این 50 گرمه یک چهارمش رو برای این مقدار که نونی که میخوام درست کنم کافیه چند تا قاشق هم شکر یه نصف لیوان هم آب ولرم مخلوطش میکنه
بعد از اینکه حل شد دوباره یک لیوان تقریبا دوباره بهش آب اضافه میکنم، دو تا قاشق غذاخوری روغن، نمک، آردو مثلا توی دو سه مرحله اضافه میکنیم. خمیرمون نمیخوایم خیلی سفت باشه، هرچی سفت‌تر باشه بعد نونمون هم اونجوری سفت‌تر میشه، مثلا همچین حالت باید چسبناک باشه. یه به این مرحله رسید با دست یه 10 دقیقه 15 دقیقه ورزش میدیم. یکم بیشتر اینو ورز دارم میدم بخاطر اینکه من عادتاً با دست چپم کار میکنم، بعد این دست چپم یه مدتی که یه ذره مشکل پیدا کرده، خلاصه دارم ازش کار تا اونجایی که یادم بره ازش کار کم میکشم. اینه که با دست راستم مثلا عادت ندارم کار کنم. معمولا اینجوری که فشار رو میارم بعد یه وسطش یادم میفته که آه نباید به این دستم فشار میآوردم. خب من بهتون بگم چه کارایی کردم. دو تا پیاز اینجا خرد کردم که گوشت رو سرخ کنم بذارم کنار، حالا یا توی این درست ترتیبی یا ماکارانی لوبیا پلو یه چیزی براش درست میکنم. اینجا هم که پیاز رو نگینی کردم برای قیمه، این گوشتم دوشوندم رنگی شده، کفش رو گرفتم که بعد این کوچولوش هم کردم که بعد واسه این قیمه. اینجا هم که دوباره گوشت رو یه دور جوشوندم و شستم، این گوشت رو میخوام سوار یه در تف بدم با این پیاز رو اینا بذارم بپزه، مثلا باش میشه چلو گوشت رو اینا درست کرد. بعد شام هم که سامیار گفتش که کله گنجشکی درست کن، گوشت شخگر و پیاز اینا رو قلقلی کنم. این هم که سیب زمینیه برای داخلش، نباید سرخ کنم، باید آب پز باشه چون آقا پسر دستور دادن. این هم که لب پز یکی برام تو کامنت ها نوشته بود چرا درست میکنیم، میگه برای بچه ها، مگه خودتون نمیخوریم؟ به خاطر این گفتم، ماکارونی رو گفتم، حالا شاید قضای دیگرم گفتم نمیدونم، ولی خب به هر حال جواب من نوشتم، کامنتشون رو جواب دادم. من کلا من زندگی میکنم به خاطر بچه ها دیگه، چه برسه به ماکارونی درست کردم. آره به خاطر بچه ها درست میکنم ماکارونی، چون خیلی دوست دارم، خیلی غذاها رو که خودم دوست ندارم به خاطر اونا درست میکنم میخورم، باباشونم همینجور. در کل ما زندگی میکنیم به خاطر بچه ها، خوشحالیم به خاطر بچه ها، یعنی بچه ها امید زندگی مونن دیگه. پیاز یه ذره دیگه طلایی بشه لپرم میریزم توش، حسابی تف میدم. یه ذره زردچوبه نمک زدم. این کله گنجشکی که من درست میکنم دیگه هممون اجبار میخوریمش، این باب دل سامیاره. مثلا من یه بار درست کردم، پیاز داغ کردم قشنگ، رو بسرخ کردم، بعد گوشتارم قلقلی کردم ریختم توش، رو سیب زمینی هم سرخ کردم، یه تف دادم و ریختم، خیلی لعابدار و خوشمزه شده. ولی سامیار دوست داره که تو این آبش مثل آبگوش رقیق باشه، یعنی مثلا پیاز داغ نمی کنم. من الان تنها کاری که می کنم توی یه قابلمه یه ذره روب بزرچون و نمک رو تف میدم، بعد آب می ریزم جوش اومد این گوشتا رو قلقلی می کنم می ریزم توش، لازم مثل آبگوش مانه هم می شه دیگه. بعد که گوشتا یه ذره قلقل کرد، سیب زمینی هم تو خام می ریزم توش دیگه، ما
به زور سالاد و اینا میخوریم این غذا رو. بعدم نیستش، ولی خب اونجوری خوشمزه تره که آدم پیاز داغ اینا درست کنه. ولی از اونجایی که بچه ها نخورن سر غذا دیگه بهترین غذا هم ببخشید کوفت آدم میشه، آدم یه نداره اینا بخورن. مثلا این چیزی که اینا دوست دارم بخورن به ما مزه میده. دفتر شستم. مواد قیمه رو الان به لیمو اینا شو نمکشونو میذارم، همینجور میذارم کنار، فردا آب میریزم روش رو میذارم بپزه. این گوشت دارم صورت نامنظم میریزم تو خمیر آماده شده و سریع گوشت رو بریزم تو شو برم نون رو درست کنم. دست بعد اینا قلقلی بشه ها. خب من اینجا رو جمع جور کردم. این مواد قیمه است که آماده شده. اینم که گوشت و پیاز رو سرخ کردم. اینم برای کله گنجشکی. این گوشتم داره میپزم. بعد این یه ذره به جوش بیاد سیب زمینیشو میزنم، چون سیب زمینی خیلی زود له میشه. بعد آبش غلیظ میشه و سر غذا داستان داریم با سامیار. اینم از خمیرمون، خمیر آماده شده دیگه. الان میام این نونه رو درست کنم. حالا تا اون خمیر یه استراحتی بکنه من یه قاشق غذاخوری آرد ریختم توی این قابلمه. بعد نصف لیوان کمتر یک سوم لیوان به شیر اضافه میکنم، یا آبم میتونید اضافه کنید.
بعد اینو همش میزنیم یه ذره که غلیظ شدهش فهمیدم اینو میخوام بزنم روی بمانم روی نون که خوش رنگ بشه. یه قبضتش که اینجوری شد دیگه کافیه که دوا صفر بشه. اگه دیدین صفر شد یه ذره آب یا شیر بهش دوباره اضافه کنید همینجوری هم بزنید دیگه روی گاز نذارید. کنجد هم آخر سر میریزم روش. کله گنجشکی داریم. اوه یه نون مخواهیم سمون ببریم سمونه بخوریم بچونی من با شام بخوریم. الان سامیا چونکه گنگیش بیادمو میفتمه گنگیش که تو گنگیش آخه سامیا خو گنجیش هم میبینیم که مامان کله گنجیش کی خود گنجیش با کله گنجیش کی بالاخره خیلی خوب بوده. بالاخره قنوره که باشم اونو خیلی نمیده اما کفش خیلی خوش اینقدر خوش کنه سفید دوباره خریدی؟ اینقدر ماشالله تمیز نگرم آخه نمیخوام تو مدرسه بپوشم روی واقعا آخه خودش خیلی خوشی بیه بیا چی؟ تو خواستم بگم بیا نشون بده بیدم دارم فیلم میگیرم از نون خیلی خوشگله ولی سعی کنم که خیلی خوشگله آره آره میدم نه مامان تو بگم بس این بوده سایده اولین بار من این افتو بگم گرفته بودی دالا؟ نه گرفته بودم میخوام اینو باشه خوش خوزه؟ آره خوردی؟ ابنه نه عوضش عطرتو خریدی؟ عطرتو خریدی؟ پیچه بستنی نخوردی؟ نه یه بستنی نخوردی؟ نه مگه میشه علکی نه اگه خب این روزم الان یه پند قینا بمونه فرم روشن کنم رو 150 بذارم گرم شه بعد بذارم تو فر ایشالله که خوب شه. And that's perfect turn, guys.
نونه قیلی خوب شده ها، نرم نرم. دیدین چقدرم راحت بود؟ هلکی چه میدونم بعد از اینکه خمیرش یست شدن هی بودم هی این بم و همونجوری مستقیم توی سینی پهنش کردم. خیلی قشنگ نرم شده، بوشم که خیلی خوبم. آه خیلی باقی شد تو پل شد نه؟ آره ولی خوبه بیشه خواه؟ بیزه بخواه چیجور شده؟ بوشد جدی؟ عادی شده؟ نرم شده آشان آره خیلی خوب شده. فرد صبحونه بخورم پایی چای شیرین همه میچست با آره خامم بود خوب بود خامم آره باتون از در دوست بگیم نداری خوابه؟ نداری خوابه؟ از کجا باید داشته باشیم وقتی نخریدیم؟